دا لندن است رادیوی بی بی سی ساعت سه و نیم بامداد در لندن هفت صبح در تهران سلام جلال پرهنگ هستم و این انداز بامدادی بی بی سی است قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران ایران در جریان یک حمله هوایی در فرودگاه بغداد کشته شده است پنتاگون وزارت دفاع آمریکا هم ضمن تایید این خبر تایید کرده که دستور این حمله هوایی را دونالد ترامپ رئیس جمهوری و فرمانده کل قوای این کشور صادر کرده است در این حمله شماری از مقام های بلند پایه هشت شعبی عراق هم کشته شدند. در برنامه امروز به مدت دو ساعت زنده به پوشش این خبر و بررسی پیامت های آن خواهیم پرداخت. در مورد اهمیت و جایگاه قاسم سلیمانی در ساختار نظامی و سیاسی ایران میشنویم و اینکه جای خالی او در معادلات سیاسی منطقه چه تأثیری خواهد داشت. با ما باشید در چشم انداز بامدادی بی بی سلام صبح بخیر قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران ایران در جریان یک حمله هوایی در فرودگاه بغداد به کاروان خودرو حامل او و فرماندهان گروه هشت شعبی کشته شده است سپاه پاسداران ایران ساعتی پیش این خبر را تایید کرد بیانیه سپاه رو با هم ببینیم و بشنویم ان لله و انا الیه راجعون شهادت سرباز ولایت و امت اسلام سردار اسلام انقلاب و ایران حاج قاسم سلیمانی در حمله بالگردهای آمریکایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد سردار سرفراز اسلام حاج قاسم سلیمانی پس از عمری مجاهدت بامداد امروز در حمله بالگردهای آمریکا در فرودگاه بغداد به شهادت رسید و به پاس اجر سالها مجاهدت مجاهدت پر افتخار به دیدار معبود شتافت بر اساس اعلام منابع هشت و شعبی نیروهای مردمی عراق در حمله بالگردهای آمریکایی به فرودگاه بغداد سردار قاسم سلیمانی و ابو مهدی مهندس معاون هشت و شعبی به شهادت رسیدند فرودگاه بغداد پس از این حمله بسته شده است پنتاگون وزارت دفاع آمریکا هم ضمن تایید این خبر تایید کرده که دستور این حمله هوایی را دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و فرمانده کل قوای این کشور صادر کرده بود مای پومپو وزیر خارجه ای آمریکا چند ماه پیش قاسم سلیمانی را تروریست خوانده بود دولت آقای ترامپ همچنین سپاه پاسداران را یک گروه تروریستی اعلام کرده بود این حمله در حالی صورت گرفته که شبه نظامیان طرفدار ایران اخیرا به سفارت آمریکا در بغداد حمله کرده بودند دونالد ترامپ در واکنش ایران را مسئول دانسته و هشدار داده بود ایران هزینه سنگینی خواهد پرداخت همکارم کامبیز فتایی که این خبر و این تحولات رو دنبال کرده از واشنگتن با ما کامبیز چه جزئیاتی میدونیم خب اول خبر اومد که محمد رضا جابری در که از او به عنوان رئیس تشریفات هشت شبی یاد میشه در حمله هوایی که کشته شده اول که گفتن حمله کاتیوشا بوده بعد ظاهران اعلام شد که هدف هشت شعبی بوده و رئیس تشریفات هشت شعبی با دو مهمان مهم کشته شده که گمان زنی ها بالا گرفت و بعد خبر اعلام شد از داخل عراق که بعد هم آمریکایی اعلام کردند که یکی از آن مهمانان مهم قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران بوده با ابو مهدی مهندس رئیس گروه کتایب حزب الله و معاون گروه هشت شعبی هم در این حمله کشته شدن کتای به حزب الله همون گروهی است که روز جمعه به سمت پایگاه عراقی که نیروهای آمریکایی در اون مستقر بودن راکت پرتاب کرد که باعث کشته شدن یک پیمانکار نظامی و شمار دیگر زخمی شدن شمار دیگر شد که بعد به دیدیم که به حمله آمریکا به این گروه منجر شد و بعد هم ماجرای حمله به سفارت توسط این افراد که خود بعضی از اینها از جمله آقای مهندس هم در اون در اون حمله که به سفارت شرکت داشت در بیرون سفارت آمریکا در بغداد حضور داشتند که که آقای ترامپ هم گفته بعدش که هزینه سنگین ایران خواهد داد این به نظر میاد این هزینه سنگینی بود که گفته بود هشدار هم نیست این تهدید است در شبکه توییتر و به حال الان خبر اعلام شده که کاروان اینها رو هدف قرار دادند و به حال فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران هم خبر کشته شدنش هم توسط مقامات ایرانی و هم توسط مقامات آمریکایی الان داره تایید میشه خب خبر خبر فوری هست اونقدر زمان ازش نگذشته اما تا این لحظه آیا واکنشی بوده از هیچ کنوم از طرف ها واکنشی؟ واکنش ها رو داریم میبینیم محسن رضایی از مقامات ارشد حکومت ایران داره صحبت از این میکنه که ایران انتقام او را خواهد گرفت و تسلیت گفته از طرف آمریکا هم میبینیم محافظه کاران در واشنگتن بسیار خوشحال هستند افرادی مانند سناتور گراهام سناتور جمهوری که به آقای ترامپ بسیار نزدیک هم هست گفته که اولا تبریک گفته گفته اقدامی شجاعانه بوده و بعد هم هشدار داده گفته که اگر ایران بازم از این حملات میخواد از این حملات به او خواهد شد اگر در واقع هشداری است به این که اگر ایران دست به تلافی بزنه آمریکاست آمریکا دست به تلافی خواهد زد برای بار دوم در چند روز اخیر میبینیم که این سناتوری که به کاخ سفید بسیار نزدیک است داره به صورت تلویحی البته هشدار میده که پالایشگاه‌های نفت ایران هدف قرار خواهد گرفت و داره در واقع صحبت از این میکنه که آمریکا دست میتونه دست به تلافی اقدامات تلافی جویانی بیشتری بزنه برخی دیگر از چهره در واقع اعضای کنگره هم دارن بیانیه صادر میکنن و این اقدام رو دارن تبریک میگن به رئیس جمهوری آمریکا همونطور که شما هم اشاره کردین اولا سپاه پاسداران رو دولت ترامپ گروه تروریستی اعلام کرد دوما نیروی قدس سپاه رو اینها سالها پیش سازمان تروریستی اعلام کرده بودند و به هر حال شخص مایک پومپئو در ماه آوریل امسال شخصا صحبت قاسم سلیماری رو در مصاحبه با شبکه فاکس نیوز تروریست اعلام کرده بود بنابراین در حالی به این سمت رفتن و دست به یک چنین اقدامی زدن که در ماههای اخیر اتهام تروریستی بودن رو علیه او در واقع مطرح کرده بودند و در بیانیه‌ای که پنتاگون ساعتی پیش منتشر کرد دو سه چیز رو دارن مطرح میکنن میگن شخص او بوده که حمله روز جمعه حمله راکتی کتاب به حزب الله رو سازماندهی کرده بود و دوباره دارن اون رو متهم میکنن که شخص او بود که سازماندهی کرد حمله به سفارت آمریکا در بغداد رو که منجر به این شد که رئیس جمهوری آمریکا گفت هزینه سنگین خواهد داشت و دیدیم که بعد از اینکه خبر کشته شدن او اعلام شد هنوز بیانیه پنتاگون صادر نشده بود آقای ترامپ پرچم آمریکا رو توییت کرد بدون اینکه حتی یک لغت هم بگه که بعضی ها این رو به این تعبیر کرده بودند که کار آمریکا بوده که دیدیم دقایقی بعد هم رسما این مسئله رو تایید کردند ممنون از کامیز فتایی هم که از واشنگتن با ما صحبت می‌کرد پوریا ماهرویان همکارم اینجا در استودیو با ماست ما تا کمی از اهمیت قاسم سلیمانی برای جمهوری اسلامی برامون بگه جلال قاسم سلیمانی ورای یک فرمانده نظامی بودش یک فرمانده نظامی صرف فقط نبود که در چارچوب مرس ایران باشه اون به یک چهره سیاسی عملا نماینده آیت الله خامنه ای در منطقه محسوب می شد. به نوعی میشد گفت مسئول سیاست های خارجی آقای خامنه ای و جمهوری اسلامی سیاست های کلانش تو منطقه بود در سوریه در لبنان در عراق حتی گفته میشد در یمن به طوری که می که عملا وزارت خارجه ایران نقشی نداشت تو منطقه تمام سفیران اون منطقه سوریه عراق لبنان از فرماندهان سابق نیرو قدس بودند به نوعی معاونا و دستیاران آقای سلیمانی بودند آقای سلیمانی عملا فرماندهی میکرد خیلی از گروه های شپ نظامی رو و یک چهره نظامی ساده نبودش در داخل ایران هم اهمیت داشت آقای سلیمانی از به گفته میشد که یه زمانی قراره که کاندید ریاست جمهوری بشه بعد آقای روحانی خودش رد میکرد خودش رو سرباز صفر ولایت میدونست عملا هم همینطور بود کاملا مطیع سیاست های آقای خامنه ای در منطقه بودش و این چهره نظامی سیاسی شاید مهمترین کسی بودش که در 15 سال 20 سال گذشته از ایران کشته شده در خارج از مرزهای ایران چه در داخل مرزهای ایران خب حالا کمی هم از سابقه این فرمانده سپاه برامون بگو آقای سلمانی سلیمانی از جوانترین فرمانده های لشکر در دوران جنگ ایران عراق بود 20 چند 22 دوسته سالش بود که فرمانده یکی از لشکرهای مهم عملیاتی در جنگ ایران عراق بود لشکر سارالله از استان کرمان تا آخر جنگ این مقام رو در اختیار داشت چند سالی هم بعد از پایان جنگ همچنان فرمانده لشکر سارالله بود از سال 1376 فرمانده نیروی قدس سپاه بود نیروی قدس سپاه به بزرگی الان نبود یک نیروی برون مرزی بود که زمان جنگ ایران عراق تشکیل شده بود زمانی که آقای سلیمانی فرماندهی این نیرو بر عهده گرفت بیشترین مسئولیتش مبارزه با نیروهای با گروههای قاچاق مواد مخدر در شرق ایران بود با شروع جنگ عراق و ابتدا جنگ افغانستان و جنگ عراق نقش نیروی قدس و آقای سلیمانی برجسته تر شد و نیروی قدس دیگه کم کم اسم سپاه قدس به خودش گرفت و عملا فرمانده شبه نظامی شیعه در منطقه بودش و آقای سلیمانی خب به عنوان فعالیت های برون مرزیش خیلی شناخته شده است اما در داخل ایران هم قدرت و نفوذ داشت آقای سلیمانی نفوذ زیادی داشت قدرت زیادی داشت طولانی ترین دوره فرماندهی رو در سطوح بالای نظامی در ایران داشت نزدیک به 23 سال فرمانده یکی از بزرگترین نیروهای نظامی ایران بود نیروی نظامی و سیاسی بود بالاترین رده فرماندهی رو داشت سرلشگری بالاترین درجه که در دوران جمهوری اسلامی به یک فرمانده نظامی زنده داده شده بالاترین نشان نظامی رو از دست آیت الله خامنه ای گرفت تمام چیزهایی که باید یک فرمانده ارشد داشته باشه آقای سلیمانی داشتش او حتی به نوعی قدرت و نفوذش از فرمانده های ارشد خودش یعنی فرمانده کل نیرو، نیرا... فرمانده کل سپاه و رئیس ستاد کل نیروهای مسلح به نوعی شاید نفوذ و قدرتش بیشتر بود حتی موقعی که مثلا محمد جواد ظریف میخواست بگی که سیاست های ضد اسرائیلی من بخواد اونو تایید کنه بخواد بگه که من سیاست زیاد اسرائیلی دارم از گفته ها های سخن آقای سلیمانی برای خودش نقل میکردش مثلا یه نمونه من بگم براتون که چند ماه پیش بدونی که حتی وزیر امور خارجه ایران خبر داشته باشه آقای سلیمانی دست آقای بشار اسد گرفت و اووردش ایران و خیلی خصوصی و محرمانه فقط دو تا دیدار خیلی کوچیک داشت با آیت الله خامنه‌ای و حسن روحانی به طوری که آقای ظریف ناراحت شد که چرا به من خبر ندید و یه چند ساعته کردش که استعفاش پذیرفته نشد ممنون از پوریا ماهرویان اینجا با ما در استودیو اما برای بررسی بیشتر ابعاد مختلف این خبر در ارتباط مستقیم هستیم با مرزاد بروجردی رئیس دانشکده امور همگانی و بین المللی دانشگاه ویرجینیا تک واشنگتن که از همین شهر به برنامه ما پیوستند آقای برجردی خیلی خوش آمدید قاسم سلیمانی بلندپایه ترین مقام نظامی برون مرزی ایران بود کشته شدنش عقیده شما چه پیامدی خواهد داشت و تنش فعلی بین ایران و آمریکا را به چه سمتی سوق خواهد داد بله عرض می که آقای سلیمانی آقای این لقب رو گرفته بود که 15 سال پیش آیت الله خامنه ای به ایشون گفته بودن شهید زنده و به نظر میاد که مدت ها بود که امریکایی ها در تلاش بودن که ایشون رو بکشن تا اینکه این فرصت طلایی براشون امروز مهیا شده و این کار رو انجام دادن فکر می کنم که به هر که در گزارش شما هم بود ایشون 22 سال فرمانده سپاه قدس بوده و اطلاعات بسیار پرارزشی داشته دانش و ارتباطات بسیار گسترده ای چه در عراق چه در سوریه و جاهای دیگه داشته بنابراین شخص ایشون رو از این بابت بسیار مهم میکنه تبعات این مسئله فکر میکنم هم برای ایران هم برای امریکا و هم برای عراق باید واقعا بهشون تحلیل و تجزیه کرد و یه مقدار از بحث‌های احساسی خودمون رو کنار بکشیم ببینین امریکا این رو ثابت کردی که خب این توانایی داره و لازم نظامی که دشمنان خودش رو گیر بندازه و مثلا از بین ببره اما سوال اساسی که فکر میکنم امروزه برای دولت امریکا پیش روشون هست این است که خب حالا دقیقا اهداف استراتژیک امریکا از این لحظه چه شکلی خواهد بود با در نظر گرفتن اینکه بحران این منطقه بسیار بسیار میختر خواهد شد حالا از نقض آشکار حاکمیت ملی عراق بگذریم تا این مسئله که مجلس عراق به نظر من در عرض چند ماه آینده اگر نه چند هفته آینده احتمالاً سعی میکنن که رای بدن به اینکه خروج نیروهای امریکا از از اونجا باشه در رابطه با عراق این مسئله واقعا مهم است که آینده این کشور الان چه خواهد شد با مرگ آقای ابو مهدی المهندس و گروه هشت شعبی چه عکس عملی از خودشون نشون خواهند داشت انتظار من این است که حملات به نیروهای امریکایی به منافع امریکا به سفارتخانه های امریکا در منطقه اضافه خیلی افزایش پیدا بکنه جای شک نیست که حتی ممکنه سفارت مهم امریکا در بغداد بسته بشه و دیپلومات ها رو مجبورشن شن به جاهایی مثل کردستان عراق بفرستن نخست وزیر بعدی اراق هم فکر میکنم دیگه نمیتونه یک فرد طرفدار امریکا باشه در رابطه با ایران هم خب واقعیتش این که آقای سلیمانی فرد بسیار مهمی بوده محبوبیت داخلی داشته این کشتن ایشون به این شکل گذشته ایشون رو کاملا به عوض خواهد کرد مردم یادشون خواهند رفت که ایشون در سال 1378 یکی از 24 فرمانده سپاه بود که نامه تهدیدآمیزی با آقای خاتمی نوشتن در رابطه با مسائل کوی دانشگاه و غیره به حال چون ایشون فعالیتشون در خارج از کشور بود کشته شدن ایشون به عنوان یک فردی که نگاه بهش به عنوان یک سردار کشور یک سرباز توانا و یک جنرال با تجربه فکر میکنم که نتایج بسیار مهمی داره من انتظارم این است که ما در باره با ایران شاید این خواهیم بود که خب شعارهای تند مطرح خواهد شد عرض کنم که ازای عمومی اعلام خواهند کرد و غیره ولی در پشت پرده بعد از فروکش کردن این مسائل یک مقدار نقشه نقشه ریزی دقیق انجام خواهد شد که شکلی, شکلی, میخوان انتقام این عمل رو از نیروهای امریکایی بگیرن گفتید بعد از فروکش کردن این وضعیت آیا فکر میکنید فروکش کنه با, با این حملاتی که اشاره کردید احتمال میره در عراق بالا بگیره به مثلا سفارت آمریکا یا منافع آمریکا این چه واکنشی رو میتونه از طرف آمریکا به دنبال داشته باشه در حالی که حمله به سفارت آمریکا باعث شد که الان میبینیم بلند پایه ترین مقام نظامی برون مرزی ایران رو آمریکا در حمله هدف قرار داده و کشته اگر قرار باشه در عراق باز هم حملات بالا بگیره اون آرامشی که شما صحبت کنید ممکنه هیچ وقت فرا نرسه برای در, در کوتاه مدت من انتظارم این است که نه تنها در عراق بلکه در بسیاری از نقاط دیگر منطقه منافع امریکا مورد حمله قرار خواهند گرفت ولی بحث این هست که آیا شدت و هدت این نوع حملاتی که انجام خواهد شد در حدی خواهد بود که امریکا رو مجبور بکنه برای مثال وارد این مرحله بشه که بخواد یک سری از پادگانهای سپاه پاسداران رو در ایران بمباران بکنه یا کارهای مانند این یا نه من فکر نمی کنم مسئله تا اونجاها کش پیدا بکنه ولی این جنگ... ترور افراد همدیگر یعنی امریکایی ها و ایرانی ها برای یه مدت زیادی احتمالاً ادامه پیدا خواهد کرد در, در منطقه. ولی واقعیتش این است که ببینین ایران هم برای درگیر شدن امروز محضوریت هایی داره. به هر حال آقای سلیمانی با وجود تمام نقش مهمی که داشته ایشون یک فرد بوده. دولت مردان ایران یک حساب های دیگه رو هم... فراسوی انتقام باید بکنن برای مثال باید فکر بکنن که خب آیا اولا ایشون قابل جایگزینی هست افراد دیگری هستند که به نظر من حتما این افراد وجود دارند باید حساب بکنن که برد سیاسی که امروزه در عراق به ایران استاد دست داده برایشون حاضر هستن که این برد سیاسی رو بخوان از بینش ببرن و به خاطر انتقام جویی یا اینکه نه میان بر روی این موج احساساتی که در هم عراق و هم در ایران است سوار خواهند شد برد سیاسی خودشون رو سعی میکنن که به به یک شکل همیشگی بدن ضمنا در ایران هم یادمون باشه این ترور سایه تظاهرات اخیر رو هم زیر سایه میبره و مردم از لحاظ فکری امروزه نگران امنیت ملی ام، امکان وقوع جنگ و مسائلی مانند این خواهند بود که فکر میکنم مسائل داخلی دیگر رو که ما در چند هفته گذشته شاهدش بودیم بدون شک تحت و چهار قرار خاهد در مورد زمان این حمله چی فکر میکنید؟ آیا آمریکا تا حالا نمیتونسته قاسم سلیمانی رو که به عنوان یکی از دشمنان اصلی خودش معرفی میکنه بکشه یا ملاحظاتی داشته تا حالا این کار رو انجام نداده؟ فکر میکنید این اتفاقی که الان افتاده آیا روی حساب و کتابی انجام گرفته یا یه واکنش فوری بوده که از طرف آمریکا میبینیم به اتفاقات اخیر؟ خب میدونی واقعا سخت به این سوال جواب دادم برای اینکه فکر میکنم بدون شک امریکایی ها چندین بار سعی کرده بودن ایشون رو به دستگیر بگرن یا بکشن یک بارش در کردستان عراق بود که گفتن که به فرصت کمی فاصله کمی خلاصه تونسته بود از دستشون در بره اما فکر میکنم که حمله ای که به سفارت امریکا شد هفته پیش احتمالا جزم امریکا رو برای اینکه آقای سلیمانی و یا رهبران هشت شعبی رو بخواد مجازات بکنه بیشتر شده ببینین آقای ترامپ سعی میکنه که خودش رو مانند آقای اوباما نشون نده که کسی که استولا حمله به سفارت امریکا در لیبی در زمان ایشون مطرح شد فکر می کنم که با, با نگاهی که به روانشناسی آقای ترامپ داریم احتمالا این فرصت رو به ایشون گفتن که این فرصت وجود داره ما ایشون رو از بین ببریم میدونیم که میسین که هواپیمای آقای سلیمانی از سوریه وارد فرودگاه بغداد شده و بنابراین میشه حتی این حد حت رو هم زد که نیروهای اسرائیلی اطلاعات اسرائیل یا اطلاعات عربستان اطلاعات مشخصتری رو هم میتونن به نیروهای امریکایی داده باشن و اونها هم هدفگیری کردن برای از بین بردن آقای سلیمانی این رو هم بگم ببینید به نظر من این مسئله واقعا برمیگرده به یک خطای تئوریک یا خطای تحلیلی و اون همین است که امریکایی بسیاری از اوضاع بغرنج با اورنج عراق رو میان و تقلیلش میدن خلاصش میکنن در نقش ایران و, واقعا مسئله این شکلی نیست مسئله فراسوی نقش ایران هست اگرچه من هم این مسئله رو منکر نمیشم که سپاه قدس آقای سلیمانی و نیروهای ایرانی به حال در شک دادن قوام بخشیدن به نیروهای عراقی در این 20 سالی که از مرگ صدام میذاره نقش مهمی داشتن اما سیاست عراق سیاست بسیار بسیار پیچیده هست و متاسفانه تحلیل هایی که ما داریم از پنتاگون میشنویم یا از کاخ سفید مبنی بر اینکه با کشتن آقای سلیمانی اوضاع عراق بهتر خواهد شد و نفوذ ایران در اون کشور کمتر میشه حرف بسیار بیارزشی خواهد ممنون از میرزاد بروجردی رئیس دانشکده امور همگانی و بین المللی دانشگاه ویرجینیا تک واشنگتن که از همین شهر با ما صحبت میکردند فرصتی هست که از شما هم دعوت کنم که اگر نظری دارید در مورد این خبر فوری و پیامت های اون استقبال میکنیم پیام شما رو دریافت بکنیم بی بی سی شما در تلگرام و پای پخش زندگی برنامه در فیسبوک همیشه میتونید نظر بدهید اما حالا نفیس کوهنورد همکارم در استودیو با ماست با تازه ترین خبرها چه جزئیاتی میدونی از این حمله ای که بوده در بغداد جالبه که اول به نظر می اومد که حمله از طرف گروه های شیعه اتفاق افتاده گروه های مسلح شیعه به خاطر اینکه منطقه ای که حمله در اون اتفاق افتاده یک دیوارش دیواریه که در متعلق به وزارت خارجه آمریکا در فرودگاه بغداد و تعداد زیادی از نیروهای اطلاعاتی بهتر بگیم اطلاعاتی نیروهای آمریکایی و همچنین دیپلمات های آمریکایی در اونجا هستن دقایق اول خبر اینطور اومد که باز نیروهای شیعه حمله کردن به مواضع دفاع آمریکا هم چند ساعت قبلش گفته بود که پیش انتظار داره آمریکا پیش بینی میکنه دقیقا. که ایران حمله ای میخواد بکنه. اما جالبه که امروز فعالیت آپاچی ها یعنی هلیکوپترهای حمله حمله کننده جنگی آمریکا خیلی خیلی بیشتر از روزهای معمول بر فراز بغداد شده بود و مدام شبکه های مختلف خبری که از بغداد داشتن خبر میدادن این تصاویر رو منتشر میکردن اگر شما در بغداد باشین خیلی به نظر عجیب نمیاد پرواز این آپاچی ها بر فراز منطقه خودشون یعنی بر فراز سفارت آمریکا در بغداد برای اینکه پروازهای تمرینی دارن ولی امروز بر فراز خود مه... در فرودگاه بغداد هم اینها پرواز میکردن و تقریبا میشه گفتش که نیم ساعت بعدش بود که کم کم خبرها از کشته شدن چند عضو هشت شعبی اومد اولین کس مسئول علاقات اونها میگن یعنی مسئول تشریفات هشت شعبی بود که اتفاقا اون فرد رابطه بسیار نزدیکی با قاسم سلیمانی داشت همون هم زن برای این شد که احتمالا اگر این فرد در فرودگاه بوده باشه باید قاسم سلیمانی هم اونجا بوده باشه چون معمولا این فرد میرفت و اسکورت میکرد آقای سلیمانی رو خیلی فارسی خوب بلد بود عملا ایران بزرگ شده بود و به نوعی دست یکی از دست راست های آقای سلیمانی در عراق محسوب میشد الان اونطور که من دارم از منابع خودم میشنوم فرودگاه بغداد رو فعلا بستن بخواد بعد از این حمله از یک طرف پایگاه نظامی آمریکا در بحرین به حالت آماده باش در اومده با نیروهای اطلاف که صحبت میکنم در بغداد به شدت به نظر میاد که نگرانن یه گروهشون اصلا خبر نداشتن که این اتفاق قرار بیفته اطلاع داده نشده بود زارن گروه بسیار بسیار کوچیک و محدودی از این عملیات در عراق خبر داشتن حتی داخل پایگاه نظامی بغداد خب یک مقدار بیشتر اگه ممکن در مورد این کسانی دیگه که همراه آقای سلیمانی بودن برمون توضیح بده که اینها چه بعضیشون از مقامات ارشد هشت شعبی بودن یه مقدار از اهمیت و جایگاه اونها و اینکه چه کسانی بودن بیشتر توضیح بده آقای ابو مهدی مهندس عملا میشه گفت همه اون رو به عنوان جانشین قاسم سلیمانی در عراق میدونستن و معتقد یعنی بودن که این دو هم هر تصمیمی بگیرن با هم میگیرن هر عملی انجام بدن با هم انجام میدن و کل مجموعه گروه های مشخص هشت شعبی زیر نظر ابو مهدی مهندس بود معمولا هم اینها با هم دیگه همیشه سفر میکردن یکی دو بار ما در زمان جنگ داعش به خاطر دارم که اونها رو در یک کاروان ما متوجه شدیم که هر دوی اونها در یک کاروان هستند و اون منطقه رو دارن بازرسی میکنن مناطق اطراف کرکوک رو در زمان عملیات کرکوک علیه نیروهای کرد در در حقیقت بعد از برگزاری همه پرسی باز چند روزی ابو مهندس و قاسم سلیمانی بودن که در کنار هم بودن و ولی در این مدت اخیر اونطور که نیروها و محافظهاشون میگفتن خیلی دقت میکردن که خیلی در یک جا ظاهر نشان به نوعی انگار انتظار داشتن که یک همچین خطری در در حقیق تعقیبشون هست و احتمالا مورد هدف قرار بگیرن و هنوز مشخص نیست که چطور شده که امشب همه اونها با هم همزمان در فرودگاه بغداد بودن و ظاهرا به حال اطلاعات کافی به آمریکایی ها رسیده بود که این عملیات رو به این شکل چون خیلی دقیق زدن مشخصا زدن و کاروان اونها رو هدف قرار دادن هنوز صحبتی از کشته غیر نظامی نشده کشته ها شش نفری که اعلام شدن بین شش یا هشت نفر هنوز تردید هست چون بیشتر بدنشون تکه تکه شده هشت شعبی هستن و کسانی هستن که مشخصا رابطه بسیار نزدیکی با آقای قاسم سلیمانی داشتن هم در سوریه هم در عراق و مدام با اون به ایران هم سفر می خب نفیس تو با تجربه ای که از حضور در عراق داری فکر میکنی که امروز که جمعه است و این اتفاق افتاده چه اتفاقاتی فکر میکنی در بغداد؟ همین الان من که من داشتم صحبت میکردم با بغداد در بخشی از بغداد خب نگاه ها الان کاملا متفاوته در بخشی از بغداد یک جو شادمانی بر پاس گروهی از تظاهر کننده هایی که مدت ها در میدان تحریب بودند و علیه حالا به گفته خودشون نفوذ ایران در عراق داشتن تظاهرات میکردن و همچنین فساد دولتی اونها الان به خیابون اومدن پرچم عراق رو تکون میدن و ابراز شادمانی میکنن در مقابل گروه های دیگه دارن شاخوشانه میکشن تهدید میکنن حتی حتی کسانی که خیلی با ایران رابطه نزدیکی نداشتن ابراز نگرانی میکنن از اینکه عراق کاملا داره به یک میدان بزرگ جنگ تبدیل میشه فردا روز جمعه است نگاه ها به خطبه آیت الله سیستانی است و اینکه که آیت الله سیستانی مرجع شیعه عراقی چیزی خواهد گفت یا نخواهد گفت و به نظر میاد که احتمالا حرف خواهد زد چون در چمام مدتی که حتی تظاهرات بر، برقرار بود بغداد مدام آقای سیستانی هر جمعه پیام فرستاد در مورد امور عراق در مورد روابطش با کشورهای دیگه اما اون حالت آمده باشی هم که من دارم در نیروهای نظامی عراقی میبینم در وقتی که باشون دارم صحبت میکنم اونها هم به شدت نگرانن که کاملا موضوع از دست همه دیگه کاملا خارج بشه و دیگه نتونن کنترل بکنن حالا اگر حمله به سفارت بغداد رو میتونستن به نوعی کنترل بکنن تا حدی حالا اجازه دادن که اینها وارد اون منطقه بشن یه حمله ای هم بکنن ولی میدونستن که در حد کنترل شده خواهد بود و در نهایت از اونها خواهن خواست که برن ولی این دیگه عبور از خط قرمز بود خط قرمزی که خیلی از گروه های مسلحی که در روی زمین با داعش می زمانی و به اندازه کافی هم هم حتی سابقه جنگیدن در سوریه رو هم دارن و تجهیزاتشون هم کم نیست حالا دیگه براشون به اندازه کافی بهانه ایجاد شد که بخوان مستقیما دیگه آمریکایی ها رو خیلی جدیتر هدف قرار بدن و اون چیزی هم که من از صحبتام با نیروهای اطلاف حس کردم این نگرانی هستش که در اونها هم هست میگم چون یک بخششون اطلاع داشتن یک بخششون اصلا اطلاع نداشتن ظاهرا بسیار بسیار تصمیمی بوده که در یک گروه خیلی کوچیک گرفته شده و بین واشنگتن و یک گروه تازه به حقیقت تازه نفس تازه رسیده به بغداد این عملیات انجام شده حالا نگاه همه فردا به آقای سیستانی اگر آقای سیستانی بیاد بگه که دیگه زمان خیلی خیلی سخته که پیش بشه که آقای سیستانی ممکنه چطور واکنش نشون بده ولی اگر نگاه بکنیم به واکنشی که به هم هدف قرار دادن مواضع کتاب حزب الله نشون داد و تاکید کرد که نیروهای رسمی عراق هدف قرار داده شدن و این کشور نباید میدان جنگ نیابتی بشه الان با کشته شدن فرمانده همین گروه های رسمی به گفته آقای سیستانی به نظر میاد که کار خیلی سختتر میشه برای مرجع شیعی مثل آقای سیستانی در نتیجه هم نگاه ها به اینه که فردا آیا امر جهاد خواهد داد علیه آمریکا یا خواهد خواست که همه آرامش خودشون رو حفظ بکنند در طرف دیگه ما مختد صد رو داریم نگاه ها به مختد صد گروهی که به هر حال هر چقدر حتی ضد ایران باشن بیشتر ضد آمریکا بودن سالها با آمریکا جنگیدن تو محله هایی که طرفدار صدر هستن مختد صد هستن شما اگه برید میبینید که خیلی هاشون ما حتی مصاحبه هم که میکردیم میگفتن که ما فقط منتظریم که اینا دست پس پا خطا بکنن یا یعنی نیروهای آمریکایی که ما اونها رو تحت فشار بذاریم و مجبورشون کنیم برن ولی میگم طرف مقابل کسایی هستن که الان جشت هم برگزار کردن در خیابون ها که چون معتقدن که با رفتن با کشته شدن قاسم سلیمانی عراق از زیر نفوذ ایران خارج خواهد شد ممنون از نفیس کوهنورد همکارم در استودیو که باز هم در طول برنامه با ما خواهد بود با جزئیات بیشتری از این اخبار اما در ادامه برنامه توجهتون رو جلب میکنم به خبر فوری که در طول برنامه به پوشش اون پرداختیم قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران ایران در جریان یک حمله هوایی در فرودگاه بغداد به کاروان خود و حامل او و فرماندهان گروه هشت شبیک کشته شده از سپاه پاسداران ایران ساعتی پیش این خبر را تایید کرد پنتاگون وزارت دفاع آمریکا هم ضمن تایید این خبر تایید کرده که دستور این حمله هوایی را دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا صادر کرده بود مای پومپو وزیر خارجه آمریکا چند ماه پیش قاسم سلیمانی را تروریست خوانده بود و دولت آقای ترامپ هم همچنین سپاه پاسداران را یک گروه تروریستی اعلام کرده اما برای صحبت بیشتر در مورد زوایای مختلف این تحولات در ارتباط مستقیم هستیم با سینا عزودی کارشناس روابط بین الملل که از شهر واشنگتن به برنامه ما پیوستند آقای عزودی سلام خوش آمدید به برنامه در صحبتی که الان با خبرنگارمون نفیسه کوهنورد داشتم اشاره می کرد که بعضی در عراق نگران هستند که در پی این واقعه اوضاع از کنترل خارج بشه یعنی اگر در پی اون حمله اولیه آمریکا به هشت شعبی شاید حمله به سفارت بودیم پیامدهای این گسترده تر و حتی بیشتر باشه شما فکر میکنید که چه پیامت های فوری خواهد داشت آم ببینید بزر من شلوغی که به صلاح این اتفاقی که افتاده من اخبار رو که نگاه میکردم هم آقای جواد ظریف همین الان توییت کرده بودن که به مسئولیت این حمله مستقیما به عهده آمریکا هستش و هم آقای محسن رضایی قول انتقام داده بودنش این انتقام داده بودن اینه که دقیقا چه اقدام ایران میکنه معلوم نیست ولی من فکر میکنم که به هر اقدامی که بکنه سعی میکنه دست خودش رو در اون اقدام قایم بکنه یعنی به صورت مستقیم فکر می کنم از درگیری با آمریکا پرهیز بکنه برای که این کاری که انجام شده به شدت تنش رو بین این دو تا کشور بالا می بره این نکته ای هم که می بفهم و فکر می کنید که گروه های شبه نظامی در عراق، هشت شعبی و امثال اینها اینها هم در همین به صلاح چارچوبی که شما اشاری کردید عمل خواهند کرد یا نه اینها خارج از به صلاح رابطه‌ای که با ایران دارن رأساً ممکنه واکنش نشون بدن و باعث تشدید درگیری‌ها در داخل عراق بشن اینی که رأساً دست به یک اقدام بزنن رو من بعید میدونم ولی اینه که اگر بخواد گروه مثل عشر شعبی یا گروه‌هایی که زیر مجموعه عشر شعبی هستن به منافع آمریکا حمله بکنن این راحت‌تر میشه به ایران مرتبطش کرد برای همین ممکنه که گروه های دیگه که مورد حمایت هستن و سختتر میشه به صلاح رو با ایران تشکیز داد اونها ممکنه انجام بدن و یه نکته دیگه هم که میخواستم بگم اینه که بعید نیستش که ایران به اگر به صلاح انتقامی بخواد از سمت ایران بیادش سمت اهداف ساده تر مثل مثلا توریست ها اشخاص، اشخاصی که به صلاح محافظ امنیتی ندارن اون برای ایران راحتتر خواهد بود اگر این کارو بکنه تا اینکه بخواد به, به منافع که به سفارت ها و پایگاه های نظامی حمله بکنه چون اونها هم حفاظت بیشتری شدن و همینی که راحتتر میشه به اونها جواب دادش دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا هشدار داده بود که بهای سنگینی خواهد پرداخت ایران و گفته بود که در واقع هشدار نیست تهدیده آیا باید. انتظار میرفت که اقدامی که آمریکا در واکنش به حالا حمله به سفارتش و کشته شدن یک پیمانکار آمریکایی در عراق انجام میده تا این حد باشه تا حدی که یکی از بلندپایه ترین مقامات نظامی ایران رو مستقیما هدف قرار بده ببینید توی بیانیه‌ای که خود پنتاگون داده بودش این بودش که این کار این حمله رو آمریکا انجام داده برای اینکه ایران رو از حملات آینده باز بداره بنابراین من فکر می کنم که این حمله ای که آمریکا انجام داده بر این اساس بوده که شاید من اطلاعی ندارم حدس میزنم اینه که ایران شاید خواسته در قبال اون حمله که به چند روز پیش آمریکا به نیروهای کتاب و حزب الله میخواسته یک حمله انجام بده و آمریکا از اون مطلع شده و تصمیم گرفته که قبل از اینکه اون حمله انجام بشه دست به حمله بزنه ولی در هر صورت به نظر من یک تصمیمیه که تنشا رو به شدت بین دو, دو تا کشور بالا خواهد برد و اینی که ایران جوابی بهش بده من احتمالش رو زیاد میبینم خب همین فکر میکنید که آمریکا در این ارزیابی که الان اشاره کردید از انگیزش از انجام این حمله به نظر شما در ارزیابیش درست درست اندیشیده یعنی تحلیل درستی داشته آمریکا از اینکه این, این کار با چه هدفی داره انجام میده و چه پیامت هایی میتونه داشته باشه ببینید مسلما دو, دو تا هدف اصلی به نظر من داشته یکی اینه که اول اینکه این پیام بیادش که آمریکا اه، اه، به صلاح عمل اعمالش قاطعانه خواهد بود و دوم اینه که این چیزی که به صلاح، این ممکنه اینه که یک مقدار به صلاح پشت پرده تر باشه ولی چیزی که واضحتر گفت و خودشون هم اعلام خود دولت آمریکا هم اعلام کرده همونطور که گفتم اینه که از حملات آینده جلوگیری بکنن این دوتا تا به سلام هدف اصلیه که به نظر من گفتن یعنی ممکنه پشت این پرده باشه و فکر میکنید که در پیامدهای این اگه بخوایم در پیامدهای دراز مدت این اقدام آمریکا رو ببینیم چون به حال آمریکا تا این لحظه پرهیز کرده بود از این کار یا نمیتونست نمیدونم ارزیابی شما چیه که این به هر حال این مقامی که اینقدر در فهرست تروریستی قرار داده بودند و به عنوان یکی از دشمنان اصلی خودشون قلمداد میکردن تا حالا به هر شکلی یک همچین حمله علیهشون صورت نگرفته بود به نظر شما از لحاظ زمانی چطور شده که آمریکا در چه مقطعی به این فکر افتاده ببینید مسلما از تابستون گذشته که یک سری درگیری در منطقه خلیج فارس شدش ایران هواپیمای بدون سرنشین آمریکا رو زد و بعد حملاتی که به, به نفتکش ها شد همینطور که فشارها که بالا رفت به نظر من منطقه خاورمیانه یک اه اه همون مرحله ای رو گذرون که اروپا در قبل جنگ جهانی اول گذرون و خوشبختانه جنگ اون موقع به سر ازش جلوگیری شدش ولی به نظر من در یک نقطه‌ای به نظر من این حمله‌ای که الان انجام شده آمریکا میخواد نشون بده که اون صبری که اونجا نشون داره اون صبر تموم شده و برای همین داره جواب میده اینی که چرا در این زمان نشون میده های مختلف هستش اینی که شاید بگین که آمریکا از میخوام دولت آقای ترامپ میخواد در اوجش به صحبت هایی که ازش در مورد استیزاه یا به چیزی که داره میاد انتخاباتی که میاد یک مقدار به صلاح مردم آمریکا رو پشت خودش بیاره این یکی از تهوری یکی از یه مقدار پیشیده تر البته یک مطلب دیگه هم که میتونیم بگی اینه که همونطور که گفتم فقط صبرش به پایان رسیده و تصمیم گرفته که الان بهترین فرصت هستش برای اینکه یکی از کسانی که به به صلاح از دشمنان آمریکا بوده رو به صلاح از از صحنه حذف بکنه ممنون از سینا ازودی کارشناس روابط بین الملل که از واشنگتن در آمریکا با ما صحبت می‌کردند اما خبری که در طول برنامه به اون میپردازیم قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران ایران در جریان یک حمله هوایی در فرودگاه بغداد به کاروان خودرو حامل او و فرماندهان گروه هشت شعبی کشته شده است سپاه پاسداران ایران ساعتی پیش این خبر را تایید کرد بیانیه سپاه رو ببینیم و بشنویم انا لله و انا الیه راجعون شهادت سرباز ولایت و امت اسلام سردار اسلام انقلاب و ایران حاج قاسم سلیمانی در حمله بالگردهای آمریکایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد سردار سرفراز اسلام حاج قاسم سلیمانی پس از عمری مجاهدت بامداد امروز در حمله بالگردهای آمریکا در فرودگاه بغداد به شهادت رسید و به پاس اجر سالها مجاهدت مجاهدت پر افتخار به دیدار معبود شتافت بر اساس اعلام منابع هشت و شعبی نیروهای مردمی عراق در حمله بالگردهای آمریکایی به فرودگاه بغداد سردار قاسم سلیمانی و ابو مهدی مهندس معاون هشت و شعبی به شهادت رسیدند فرودگاه بغداد پس از این حمله بسته شده است خب سپاه پاسداران ایران رو شنیدید که خبر کشته شدن قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران ایران در جریان یک حمله هوایی در فرودگاه بغداد رو تایید میکرد مایک پومپو وزیر خارجه آمریکا هم چند ماه پیش قاسم سلیمانی را تروریست خوانده بود دولت آمریکا هم سپاه پاسداران را یک گروه تروریستی اعلام کرده بود اما برای صحبت بیشتر در مورد این خبر دو میهمان به برنامه ما پیوستند مهران انصاری عضو فرشگرد از واشنگتن به برنامه ما پیوستند و پوریا استراکی تحلیلگر رسانه از تهران از طریق خط تلفن با ما هستند آقای انصاری با شما شروع می کنم واکنشتون به این خبر خبر کشته شدن قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران ایران چه است سلام بر شما و با بر مخاطبانتون ببینید این اتفاق که افتاده به نظر من از دو منظر میشه بررسیش کرد یکی اون منظر احساسی هست که همین الان ویدئوهایی داره میاد از عراق دوستان سوری که ما اینجا داریم واقعا همگی یه نوع خوشحالی درشون هست در اینکه میبینن که کسی که نقش داشته در قتل و کشتار جمعی بسیاری از شهروندان سوری، عراقی جاهای مختلف تو منطقه به حال به نوعی به هلاکت رسیده اما مسئله ای که به نظر میاد حالا از بود احساسی که بگذریم ببینید ایشون فرمانده سپاه قدس بوده و سپاه قدس معمولیت اصلیش سازماندهی و تجهیز کردن سرمایه گذاری کردن بر جنبش های انقلابی اسلامی تو منطقه است اگه ما بخوایم این به صورت خلاصه بگیم اونها کارشون صدور انقلاب اسلامی است با حمایت از بازوهای نظامی که و شبه نظامی که در منطقه وجود داره و شما این رو میبینید در سوریه دیدید اوایل انکار میکردن که میگفتن ما فقط حضور مشاوره ای داریم یواش یواش وقتی درگیری ها کشته هاشون اومد بیرون مشخص شد که نه حضور دارن اونجا به همین نب کاری که در لبنان با حزب الله داره اتفاق میفته که علنا دارن میگن که این حمایت وجود داره حمایت مالی خود سید حسن نصر الله بارها گفته و اخیرا این اتفاقاتی که در عراق افتاده به نحوی که این تشت و شعبی شده یک شاخه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در عراق به نوعی که دیگه این بحثی که اینها تحت حمایه جمهوری اسلامی یا سپاه پاسداران نیستند بلکه سپاه پاسداران و جمهوری اسلامی اینها رو تأمین مالی میکنه استراتژیشون رو مشخص میکنه هدایتشون میکنه و کما اینکه چندی پیش خود دولت عراق از اینها خواست که بیاین و به ارتش عراق بپیوندن اما کماکان اونها خواستن شرایطی رو مثل ایران که یک سپاه وجود داره یک ارتش یک بسیج اون رو به اون شکل به یک شکل شبه نظامی نگه دارن توی عراق هم به هر حال این اقدامات مجموع اقدامات تحریک آمیزی که اتفاق افتاده توی این مدت حمله به سفارت امریکا که به صورت مشخص بله آقای انصاری ببخشید وارد جزئیات بیشتر اشاره به تدریج میشیم برای اینکه بحث بگرده حالا آقای اسراکی هم به برنامه وارد بکنیم از تهران با ما هستند آقای اسراکی شما نظرتون چیه؟ به نام خدا در مورد سردار سلیمانی در یک جنبه میشه گفت دریغاتوری از ایران زمین سردار سلیمانی یادگار جنگ با عراق بود یادگار زنده از سرداران شهید ایشون توانست در چند کشور داعش رو از مرز ایران تا مدیترانه عقب بزنه در تمام نظر مختلفی که در ایران انجام میشه افکار سنجای مختلفی که انجام میشه سردار سلیمانی محبوبترین چهره درون ایران بود در میان تمام چهره های نظامی و سیاسی ایشون همیشه یکی از محبوبترین یا جز یکی دو نفر اول بود و محبوبیت عجیبی بین مردم داره در این چند ساعت هم فضای شبکه اجتماعی فارسی کاملا نمیدی از محبوبیت ایشون داره افراد مختلف از جناهای مختلف با دیدگاه های مختلف مردم با مردم که اصلا سیاسی نیستند احترام فوقلادهی برای ایشون قائلن و واقعا این ضایعه بزرگی برای ملت ایران و یاد ایشون در تاریخ ایران ماندگار خواهد شد مثل یاد بسیاری از سرداران بزرگ ایران در تاریخ خب برگردم به شما آقای انصاری شما اشاره کردید تو صحبتتون اول که خب بعضی ها یا خیلی خوشحال ممکنه باشن از کشته شدن قاسم سلیمانی ولی همینطور که در صحبتهای آقای آسراکی هم اشاره شد ایشون حال در بین خیلی ها هم محبوبیت داشت و نقش مهمی هم از دید بسیاری در امور دفاعی ایران داشت بله ببینید من نمیدونم البته ایشون به چه نظرسنجی هایی اشاره میکنن و تو فضای فعلی و از زمانی که جمهوری اسلامی بود ما هیچ وقت یک گردش آزاد اطلاع نداشتیم که مردم بتونن آزادانه و بدون ترس از عواقبش بتونن اظهار نظر بکنن اما طبیعتا هر کسی که مسئولیت یا رهبری یه گروهی داشته باشه طرفدارانی دار آقای بن هم طرفدارانی داشت که وقتی خبر کشته شدن شما یه ناراحت شدن طبیعتا اما طبیعتاً وقتی ما صحبت میکنیم از جنایت علیه بشریت وقتی ما صحبت میکنیم از اینکه چرا اینها میخواستند که در عراق یک سپاه دیگه درست بکنن چرا هزاران همین همین چند روز گذشته که در پاسخ به یک کاری که اینها کردن و یک شهروند آمریکایی کشته شد در اونجا آمریکا یک مقر کتائب رو اون نیروی شبه نظامی کتائب رو زد شما میبینید تعداد کشته شده های ایرانی بیشتر از عراقیه شما میبینید توی, توی اعتراضاتی که در عراق داره اتفاق میفته اونها یک تکتیر هایی که مردم رو دارن میزنن همون مدلی که در ایران خود ما در آبان ماه مردم رو زدن میبینید خیلی از همونا با شناسنامه ها با کارت شناسایی ایرانی میان بیرون اینا کی هستن خب اینا همین سپاه قدسن دیگه اون وقت شما توقع دارید که ما باور کنیم که مردم معترض عراق خوشحال نباشن از اینکه یک کسی که دستور کشتارشون رو میده الان کشته شده شعارهایی که مردم عراق میدادن ویدیوهاش هست خود نمیدونم بی بی سی منتشر کرد یا نه ولی تو همین های اجتماعی شما برید مشخصا اسم ایشون میاد با انواع و اقسام عبارات که آقا برو از عراق بیرون به عنوان جلاد حتی چیزهای دیگه یاد میکنن ازش این محبوبیت آره ممکنه یک عده قلیلی باشن به این نحو که گفتم بن هم ممکنه طرفداران خاص خودش داشته باشه من فکر میکنم کسانی که امروز میخوان نقش اختاپوسی که جمهوری اسلامی در, در منطقه داره که بازواش از لبنان تا عراق تا سوریه و تا خیلی از این کشورهای منطقه رفته به بب... عنوان دفاع از منافع ملی مدافع ارم یا هر چیزی شبیه به این هست اه... این کوتاه بشه و خیلی از معترضان هم همین الان همین لبنانی ها همین عراقی نه. ها میگن که آقا ما میدونیم دشمن اون یکی هست اون جمهوری اسلامی خب ممنون آقای انصاری آقای اسرکی شما راجع محبوبیت آقای سلیمانی صحبت کردید و نقششون در امور دفاعی به نظر شما نبود ایشون جای خالی ایشون چه تاثیر و پیامدی در وضعیت ایران خواهد داشت بله من ابتدا میخوام اجازه دیم. نظر مردم ایران رو آقای انصاری وارونه جلوه میدن دیدی نظر مردم عراق رو بذارن خود مردم عراق بگن ما خواهیم دید که مردم عراق چه واکنشی به شهادت فرد سلیمانی نشان خواهیم داد و قضیه مهم اینجا اینه مردم ایران شهادت فرد سلیمانی رو در امتداد حرکت ویرانی طلبی میدانن که به طور خاص با خروج آمریکا از برجام شروع شد با تحریم های سنگین و تمرشکنی که فشار روی مردم میاره مردم رو از نظر معیشتی و حتی درمانی تحت فشار قرار میده و الان این اتفاق میتونه جرقه ای برای افزایش تنشها ها و حتی جنگ باشه این مسیر بیرانی طلبیه من اطمینان دارم که در اپوزیسیون ایران هم اگر کسی کوچکترین شعله از عشق و علاقه به ایران و مردم در دلش باشه محال از این اتفاقات استقبال کنه از تحریم استقبال کنه از ترور سردار سلیمانی استقبال کنه مردم میفهمند در نهایت منافع ملی ایران چیست و میدونند که چطور ایران از خودش محافظت کرده در قبال دایش با حرکت کسپای خود انجام داد و چند کشور رفت کرد الان میدونن که شهادت ایشون چه تاثیر بدی میتونه در آینده منطقه داشته باشه و واکنش با بازار جهانی هم همین نشون میده نفت در ساعت اولیه همین یک ساعت از تایید رسمی خبر نگذشته بود سه درصد گرون شد شاید تا الان بیشتر هم گرون شده باشه یعنی حتی دنیا میفهمه خب همین موضوع ها... اجازه بدید با آقای انصاری در باری بوده و در, در میون کشور مختلف زبان های مختلف چند ترند جهانی تویتر الان در ارتباط با این قضیه این واکنش جهانی به واسطه وحشتناک بودن ابعاد یک همچین حماقتی است که آمریکا مرتکب متر... شده خب آقای انصاری شما نگران پیامدهای این اتفاق نیستید همینطور که در پیشتر در, در صحبت با تحلیلگران برنامه داشتیم با خبرنگارمون صحبت میکردیم صحبت از احتمال این بود که در عراق دوباره نارامی هایی در بگیره در واکنش به این و حتی ممکنه شاهد روی روی شدیدتر بین ایران و آمریکا باشیم شما نگران پیامدهای این اتفاق نیستید؟ من اول یه نکته عرض بکنم از مجموعه حرفایی که آقای سرکی من زدم من فقط با یکیش موافقم که مردم ایران خوب میدونن منافعشون چی هست کما اینکه خود مردم ایران مشخصا گفتن که در هزاران ویدیویی که اومده بیرون که دشمن ما همینجاست دروغ میگن آمریکاست این این شعاریه که مردم ایران به صورت خودجوش از توی ایران دارن میدن این شعار رو و مردم ایران الان میدونن که بحث تحریم ها بیشتر از اینکه تحریم ها اون تحت فشار قرار داده باشه شما ببینید این همه پول خود آقای روحانی چند مدت پیش اشاره کردن که در شرایط تحریم ما به نیروهای عراقی داشتیم کمک میکردیم اسلحه میدادیم پول میدادیم و این رو مردم الان فهمیدن این این راجب موضوع راجب مسئله ای که فرمودین که آیا نگران این هستم یا نه ببینید حضور جمهوری اسلامی در منطقه مشخصا آدم هایی مثل آقای سلیمانی که حالا به نظر برخی از این رفقا سردار عارفشون هم هست این خود اینها حضورشون خطره آیا با رفع خطر ممکنه خطر دیگه به وجود بیاد؟ بله ممکنه وجود بیاد ولی نمیشه یک خطر بالفعل رو از ترس یک خطر بالقوه باش مقابله نکرد پس من فکر میکنم که الان خطر بالقوه رفع شد آیا فردا ممکنه جمهوری اسلامی و یادیش و گروهک هایی که بهش وابسته هستن فردا خرابکاری بکنن آره ممکنه و من امیدوار هستم که جامعه جهانی واقعا فکری بکن به, به حال این داستان که هر باری که اتفاقی میفته جمهوری اسلامی شروع نکنه به تهدیدهاش که آقا ما این کار میکنیم نمیدونم منطقه به هم خواهد ریخت ال خواهد شد دل خواهد شد من امیدوار هستم که جامعه جهانی با یک خرد جمعی بتونه که اون خطرهای بلقوه هم که وجود داره رو بتونه دفع کنه خب فرصت کوتاهی تا پایان این ساعت از چشم انداز بامدادی داریم آقای یاستارکی شما میخواستم به سلاح آخرین جنبندیتون رو داشته باشید حرکات بیرانی طلبی که آمریکا و اسرائیل در این منطقه انجام میدن با حمایت رسانه جانی مشخص ترور، تحریم، نفسکشی، اشغال کشورها کوده تا یک مورد دو مورد هم نبوده یک کارنامه سیاهی در تمام کشورها باقی گذاشتن این خیلی خندداره که ما تنها نیرویی که در شرایط بحرانی جلوی داعش مثلا ایستاده رو بگید این ثبات منطقه رو به هم زده یا مردم رو ناراضی کرده مطلقا نیست واقعیت مشخصه که چی بوده و قضیه دیگه اینه قضیه دیگه, دیگه اینه که این حرکت در ایران به نتیجه نمیرسه به واسطه اینکه مردم آگاهند و زیر بار این تبلیغات نمیرن اینکه چند صد نفر یه جا جمع یه شعاری بدن این رو نظر محشتاد میلیون ایرانی قرم کنیم یک دروغ بزرگه مردم تاثیر تحریم ها رو در زندگیشون میبینن هر روز و میدونن که عامل تحریم ها چیه در شرایط سال 95 بعد از برجان ایران مشکل اقتصادی نداشت نیم 6 درصد رشد اقتصادی داشتیم ما این مسائل زایده تحریم و زایده تبلیغاتی که طرفداران تحریم و ویرانی طلبی دارن انجام میدن بخشی هم فارسی زبانند و خودشون رو ایرانی میدونن ممنونم از مهران انصاری که از واشنگتن با ما صحبت میکردند و همینطور پوریا استراکی از تهران مهمانان برنامه در اینجا به پایان این ساعت از چشمانداز بامدادی امروز میرسیم تا ثانیه های دیگر ساعت دوم چشمانداز بامدادی رو ادامه خواهیم داد با پوشش زنده خبره کشته شدن قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاستاران ایران در جریان حمله هوایی در فرودگاه بغداد با ما باشید در چشمانداز بامدادی رادیوی فارسی بی, بی سی